صفهای دراز، نگاه‌های منتظر. اینان همه برای گرفتن گذرنامه به اینجا آمدند. با بسته شدن چند روزه دروازه ترخم و فشارهای تازه پاکستان بر شهروندان افغانستان در آن کشور، شمار درخواست کنندگان گذرنامه در کشور افزایش یافته است. بدون پاسپورت او طرف نمیمان، اگر بالم پیسا میگه خود طرف از هزار میتن. حتی کسانی که کارت بوده باش پاکستان را دارند و خانواده هایشان در آن کشور بسر میبرند، نیز در صفها منتظر گرفتن گذرنامه هستند. پاکستان که زمان گرونه دی، مرخی مونگ سر افغان سیزن کارد و کارد اوست اکسپیر شویده، دیل پر اوست مونگنه بریده چل دار شو. بیمارانی که پیش از این از راه ترخم به پاکستان میرفتند، اکنون باید ساعتها و روزها انتظار بکشند تا گذرنامه و ویزا بگیرند. کابل گشتم، جواب داد کود خرید برو، اینجا تداویت نمیشه، اینال من مجبور استم پاسپورت بگیرم پاکستان برم کنم چیز رو جو شما. مشکل خود نقدم باشه با تلو را تلو پاکستان در خبر نوا، اوز لار سخته سویده اوز پاسپورت و ایزا چلی نم بریدی، تک و را تک نبریدی. کارمندان ریاست پاسپورت به هیچ درنگ کار میکنند، اما شمار خواستاران گذرنامه هر دم افزایش میابد. کسایی هم که میخواد که پاسپورت پاکستان بره از داخل کشور چی تداوی باشه و چی به هر مقصد دیگه که میره، اونا بدون پاسپورت حالا سفر نمیکنن به پاکستان و یه گپ خوب است که قانونی باشه. شناسنامه های کاغذی گاه گاه روند کار را در ریاست پاسپورت به چالش میکشد. سو میاشت کی چی در پاکستان راغلی؟ سلور کار کی چی در پاکستان راغلی؟ به گونه که اصلی بودن و جعلی بودن این شناسنامه ها روشن نیست، ریاست پاسپورت با پرس و پال افراد مشکوک را شناسایی می کند. کم کلیدی؟ بیشتر این شهروندان می خواهیم به پاکستان بروند. یکی بیمار است، یکی می خواهد خانواده‌اش را در آن سوی مرز ببیند، یکی هم می خواهد برای تحصیل آنجا بروند. بسته شدن دروازه ترخم این شهروندان را با مشکلات فراوان روبرو ساخته است. صمیم فرامرز، تولونیس.